Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, σε συνεργασία με το Pod.gr, δίνει τις απαντήσεις στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν ανάμεσά μας. Είσαι κάτω των 18 και μόνος εν μέσω πανδημίας? Το Solidarity Now και το Pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σε στηρίξουν. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες στα φαρσί. آیا شما زیر 18 سال دارید؟ ما برای شما اینجا هستیم. Solidarity Now و Pod.gr در همکاری با هم از شما حمایت می‌کنند. در اینجا به یک گزارش کاربردی به زبان فارسی گوش دهید. خبر را منتشر کنید، نه ویروس را. در مبارزه برای کاهش انتقال ویروس کرونا همه ما یک تیم هستیم. آگاه میمانیم، احتیاط میکنیم، امن میمانیم و از اطرافیان خود حفاظت میکنیم. آیا شما زیر 18 سال دارید؟ ما برای شما اینجا هستیم. در این قسمت به کودکانی میپردازیم که در چنین شرایط سختی در یونان تنها هستند. سلام بچه ها. همانطور که میدانید ما در بحران یک بیماری همگیر یعنی ویروس کرونا قرار داریم. اما بیماری همگیر چیست؟ بیماری همگیر انتشار سریع یک بیماری از فرد به فرد است که به سرعت از یک بیمار عبور می کند و اکثریت جمعیت را در حد گسترده‌ای تحت تأثیر قرار می دهد که در حال حاضر به بسیاری از کشورهای جهان منتقل شده است. ویروس کرونا بر روی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان، افراد دارای مشکلات تنفسی و به طور کلی افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف تأثیر منفی می‌گذارد. فکر نکنید که ویروس برای جوانان مصری نیست. جوانان هم در معرض ابتلا به ویروس هستند، اگرچه ممکن است علائم خفیف‌تری داشته باشند. علاوه بر این، شما به عنوان یک جوان مسئولیت بزرگی دارید. منتقل نکردن ویروس به افرادی که ممکن است به طور جدی بیمار شوند. ما می‌دانیم که می‌توانیم روی شما حساب کنیم. از این گذشته، مطمئناً شما با شرایط سخت‌تری روبرو شده اید. علائم این ویروس می‌تواند شامل تب، سرفه، مشکل در تنفس، خستگی و از بین رفتن مزه یا طعم غذاها باشد. هنوز درمانی برای این ویروس وجود ندارد. بنابراین برای جلوگیری از ابتلا یا انتقال آن، باید دست‌ها را مرتباً و با دقت بشویید. هنگام سرفه یا عطسه ناگهانی آرنج خود را جلوی دهان و بینی بگیرید. از لمس صورت خود خودداری کنید. در فاصله امن از افراد دیگر بایستید. فاصله امن تقریباً 2 متر می باشد. ما می دانیم که به خاطر شرایط زندگی شما پیروی از این قوانین دشوار است. با این وجود لطفاً خلاقیت و تخیل خود را به کار گرفته و قوانین را تا حد ممکن با محیط خود، چه اردوگاه، سرپناه شما یا حتی خیابان تطبیق دهید. قوانین را به هر شکلی که می توانید دنبال کنید. بیشتر کشورها و همچنین یونان اقدامات سختگیرانه ای را برای به حداقل رساندن حرکت شهروندان اعمال کردند. بله، شما باید در یک مکان بمانید. مهم نیست که این چقدر کسل کننده باشد. می توانید با ارسال پیامکی اجازه حرکت بخواهید. دلایلی که امکان حرکت را برای شما فراهم می کنند خاص هستند، مانند رفتن به بازار یا مراجعه به پزشک. اکنون بیش از هر زمان دیگری باید اسناد قانونی خود را همراه داشته باشید. یادآوری می کنیم که جریمه برای یک حرکت غیر ضروری و بدون مدارک 150 یورو است. بنابراین مهم است که نه تنها سلامتی خود را در خطر نیندازید، بلکه به فکر دیگران هم باشید. و حالا ممکن است شما تعجب کنید و این سوال برایتان مطرح شود که همه شما کجا رفته اید؟ متاسفانه به دلیل قرنطینه بسیاری از سازمان‌ها با کارکنان کمتری و ساعات کار کمتری فعالیت می‌کنند. ولی ما شما را رها نکرده‌ایم. ما احتیاط می‌کنیم تا فردا در کنار شما باشیم. از این گذشته اگر همه ما همزمان بیمار شویم چه فایده‌ای خواهیم داشت؟ ما همچنین به شما اطمینان می‌دهیم که تلاش‌های فشرده‌ای صورت می‌گیرد تا از طریق تلفن یا به صورت الکترونیکی به شما کمک کنیم و همه ما مشتاقانه منتظر بازگشت به زندگی روزمره خود هستیم. برای بسیاری از ما زندگی روزمره شما هستید و تلاش روزانه ما برای شماست. همچنین به دلیل اینکه سرویس‌های پناهندگی به طور موقت در این شرایط متوقف شده‌اند، اگر روندی را شروع کرده‌اید،
برای پناهندگی در یونان یا برای پیوستن به خانواده خود در کشورهای دیگر، با وکیلی که پرونده شما را در اختیار دارد از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیرید تا آنها شما را در جریان پرونده‌تان قرار دهند. این لحظات برای همه ما دشوار است. احساس عصبانیت، غم و ترس در این شرایط کاملا طبیعی است. برای هیچ کس آسان نیست، اما آن را درونی نکنید. از طریق شبکه‌های اجتماعی می توانید با خانواده خود صحبت کنید و یا در اینجا با دوستانتان ارتباط برقرار کنید. با هر ارگان حرفه‌ای که به آن دسترسی دارید و یا با بزرگترانی که به آنها اعتماد دارید صحبت کنید. همه ما باید صبور باشیم. ممکن است شما به طور معمول در یونان تنها باشید، اما همه ما با هم هستیم و با هم خواهیم ساخت. ما تسلیم ترس نخواهیم شد. امن بمانید. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με το PodGR που δίνει χρήσιμες απαντήσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο PodGR, στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούτε podcast από το κινητό σας. گزارشات رادیویی را می توانید بر روی سایت Solidarity پیدا کنید و یا بر روی pod.gr, Spotify, اپل پادکست و یا هر جایی که بر روی موبایل می توانید به گزارشات رادیویی گوش دهید.